قدرت نمایی هوایی کره جنوبی و ایالات متحده در آبهای غربی شبه جزیره کره. این تصاویر را ارتش کره جنوبی روز سه‌شنبه منتشر کرد. مقامات آمریکایی و کره جنوبی میگویند این مانور مشترک در کمتر از 24 ساعت بعد از آزمایش موشکی کره شمالی در روز یک‌شنبه صورت گرفته. پرواز جنگنده‌های رادارگوریز F-35 کره جنوبی اعلام کرده روز یکشنبه هم در واکنش به آزمایش موشکی اخیر کره شمالی 8 فروند موشک زمین به زمین پرتاب کردند. هشداری به پیونگیانگ. وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در دیدار با همتای خود در کره جنوبی طی سخنرانی به پیونگیانگ نسبت به انجام هر گونه آزمایش هسته‌ای هشدار داد. هر آزمایش هسته‌ای ناقض کامل قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود و پاسخی سریع و قاطع به چنین آزمایشی داده خواهد شد. من معتقدم که نه تنها کره جنوبی و ایالات متحده و ژاپن، بلکه کل جهان به شیوهی قوی و واضح به آن واکنش نشان خواهند داد. کره شمالی از سال 2017 میلادی تا کنون آزمایش هسته‌ای انجام نداده. در هفته‌های گذشته مقامات آمریکایی و کره جنوبی بارها اعلام کردند که به نشانه‌های مبنی بر ساخت و سازهای جدید در سایت هسته‌ای پونگیری در کره شمالی دست یافتند. این کشورها نگرانند که شاید پیونگیانگ در آینده نزدیک آزمایش هسته‌ای انجام دهد. پیشتر رافائل گروسی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نسبت به توسعه تأسیسات هسته‌ای این کشور ابراز نگرانی کرده بود. یون سوکیول، رئیس جمهوری کره جنوبی که ماه گذشته به قدرت رسید، با ایالات متحده برای گسترش همکاری‌های نظامی و توان بازدارندگی دو کشور در برابر هر گونه حمله احتمالی به توافق رسیده است. تهدیدات هسته‌ای و موشکی کره شمالی در ماه‌های گذشته بحران شرق آسیا را پیچیده‌تر کرده. کره شمالی روز یکشنبه 8 موشک بالستیک را به سمت سواحل شرقی خود پرتاب کرد. سئول اعلام کرده برنامه‌های هسته‌ای و موشکی کره شمالی در حال رسیدن به سطحی است که نه تنها صلح شبه جزیره کره، بلکه امنیت شمال شرق آسیا و جهان را نیز تهدید می‌کند. ژاپن، دیگر کشور منطقه و از متحدان ایالات متحده هم نسبت به تحرکات کره شمالی ابراز نگرانی کرده. ماه گذشته ایالات متحده خواستار تحریم‌های بیشتر سازمان ملل علیه کره شمالی شد، اما چین و روسیه این پیشنهاد را وتو کردند. مهران کریمی، رادیو فردا.